کتاب شیعیگری نوشته احمد کسروی، راوی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. فایل پنجم. نهم، درباره آن جهان سخنان بسیاری در کتاب‌های شیعه است. به این جهان بس نکرده، از آن جهان میدان دیگری برای گزافه بافی‌های خود باز کرده‌اند. روز رستاخیز خدا به داوری نشسته، پیغمبران از این سو و آن سو رده خواهند بست. علی لواء محمد را که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش 1000 ساله را هست به دست خواهد گرفت. اماماً به شیعیان هوادار در آمده میانجیگری خواهند کرد. گناه‌های اینان را به سنیان داده، ثواب‌های ایشان را به اینان خواهند داد. آنان را به دوزخ و اینان را به بهشت روانه خواهند گردانید. حوض کوثر در دست علی بوده و او آب جز به شیعیان نخواهد داد. در آن گرمای سوزان دلهای سنیان کباب شده و آبی نخواهند یافت. از این گزافه های سیاسی چندان بافتند که اگر گرد آورده شود کتابی بزرگ باشد. سخن ما درباره میانجیگری است. این یک پایه ای از کیش شیعی است. حسین ابن علی کشته نشده مگر برای آنکه روز رستاخیز به شیعیان هوادار درآید و گناه‌های ایشان را بیامرزاند. روز الست پیمانی میانی او با خدا بسته شده که حسین در راه خدا از جان و داراک و فرزندان درگذرد و خدا نیز روز رستاخیز شفاعت او را درباره شیعه بپذیرد. آن پنداری را که مسیحیان در باره مسیح و کشته شدنش می‌دارند و کشته شدن او را کفاره گناهان فرزندان آدم می‌شناسند، شیعیان همان پندار را درباره حسین و کشته شدنش می‌دارند و بیگمان از مسیحیان گرفتند. به هر حال این یکی از ایرادهای آن کیش است. اینان خدا را همچون یکی از پادشاهان خودکامی تاریخ پنداشتند و این است برایش گرامی داشتگانی بسیجیده، یاورانی آماده گردانیده‌اند. این سخن بارها از ملایان شنیده شده. این پادشاهان که وزیرانی دارند خدا نباید داشته باشد. از همینجا به اندازه نادانی و خدا ناشناسی این گروه هی توان برد. یکی بگوید ای بی خردان، خدا و پادشاهان خودکامه کجا؟ بگوید میانجیگری جز در برابر نادانی یا خشمرانی نتواند بود. یکی پادشاهی که به جان و داراک مردم چیره می بوده و چه بسا که با یک خشم آتش به هستی مردم میزده و چه بسا که بیگناهی را گناهکار شناخته و فرمان کشتنش میداده، در دستگاه چنین پادشاهی کسانی میبایسته که در چنان پیش آمدهایی به پای پادشاه افتند و با چاپلوسی ها خشم او را فرو نشانده گرفتار بیگناه را رها گردانند. میانجیگری در چنین دستگاهی می سزیده. در دستگاه سراپا دادگری و راستی چه نیازی به میانجی می باشد؟ من از شما می پرسم آیا در دادگاه و دیگر اداره‌های قانونی میانجیگری تواند بود؟ دهم، نفرین و دشنام درباره یاران پیغمبر که آن را تبری نامیدند پایه دیگری از کیش شیعی است و این خود زشتکاری ننگاوری می باشد. بی هیچ شوندی با مردگان دشمنی نموده و دروغ ها بستن و به دشنام و نفرین برخواستن
جز نشان تیر درونی گروهی نتواند بود. چنان که گفتمی این کار ناسودوده از پیش از زمان جعفر ابن محمد آغازیده بوده، ولی از زمان این امام رویه رسمی به خود گرفته و به سختی افسوده. مرا شگفت افتاده که زید ابن علی در برابر رافضیان از صدیق و فاروق هواداری کند و آن پاسخ پاکدلانه و مردانه را دهد و برادرزاده او جعفر صادق بدین سان نفت به آتش رافضیان ریزد و آنان را در رفتار زشتشان هرچه گستاختر گرداند. کتاب‌های شیعی پر از جمله‌های نفرین و دشنام است. حاجی نصیر آن مرد بیدین شکمپرست که گاهی باطنی بوده و گاهی شیعی می‌گردیده، لعنتنامه‌ای ساخته بسیاری از ملایان کتاب در کفر شیخین نوشتند. به گمان شیعه اگر عمر و ابوبکر علی را از خلافت باز نداشتندی و خلافت در خاندان او مانده، جعفر ابن محمد و دیگران بهره از آن یافتندی، در جهان هیچ بدی رخ ندادی. این از همه گناهان به گردن آن دو تن می باشد. برخی از این اندازه هم گذشته چنین پنداشتند که همه گناهان پیش از آن زمان نیز به گردن آنان است. روز رستاخیز که قابیل را درباره کشتن برادرش حابیل به بازپرسی خواهند کشید، او دلیلها خواهد آورد که شوند آن برادر کشی نیز عمر و ابوبکر بودند. گناه آن نیز به گردن اینان خواهد بود. اینها سخنانی است که ملایان نوشتند و گفته و در دلهای مردم عامی جا دادند. بیشوند نبوده که مسلمانان رافضی را بیرون از اسلام شمارده خونش را می ریختند. بیشوند نبوده که امامان به پیروان خود دستور تقیه می دادند. چنان که گفتیم یکی از کارهای شاه اسماعیل رواج دادن شیعیگری در ایران می بود. این شاه که دلش پر از کینه سنیان می بود، شیوه زشت دشنام و نفرین را نیز به رواج گذاشت. از زمان ایشان درویشانی به نام طبرایی پیدا شدند که به جلوی اسب فلان وزیر و بهمان امیر افتادندی و نامهای سران اسلام را یکایک برده نفرین و دشنامگویان گام برداشتندی. اسماعیل میرزا نواده آن شاه زشتی این کار را دریافته است جلو گیرد، ولی شیعیگری تا آن زمان در ایران ریشه دوانیده و داستان طبری در دلهای تیره ملایان و درویشان و پیروانشان جا برای خود باز کرده بود و کوشش‌های اسماعیل میرزا هودهی نداد. سپس در زمان نادرشاه یک رشته کوشش‌های بهتر و بزرگتری رفت. آن شاه غیرتمند آسودگی ایران را بی پرداختن از زشتکاری نشدنی می شمرد و از این رو از یک سو با عثمانیان به گفتگو پرداخته پیشنهادها می کرد و از یک سو در ایران به برانداختن آن زشتکاری می کوشید و بارها از ملایان سنی و شیعی نشستها برپا می گردانید، ولی این کوشش ها نیز ناانجام ماند و آن شاه غیرتمند کشته شده آرزوهای خود را به گور برد. در زمان زندیان و قاجاریان ملایان میدان بازی می داشتند و این زشتکاری همچنان در میان می بود تا پیش از زمان مشروطه. همه ساله در ربیع الاول ملاها و سیدها و طلبها پیش افتاده به یک رشته بازیچه های دژخویانه پستی برخواستندی. درویشان تبرایی که گفتیم بازماندگانشان در تبریز و دیگر شهرها می بودند و به نام لعنتچی در کوچه ها و بازارها گردیده زبان به کار انداختی و از این و از آن پول گرفتندی. این یکی از نیکی‌های جنبش مشروطه بود که آن زشتکاری‌ها را از شهرهای ایران برانداخت. چنان که گفتیم همین زشتکاری‌های مایه ریخته شدن میلیون‌ها خون گردیده، شوند بر افتادن هزارها خاندان شده.
به شومی آن صد هزاران دختران و زنان ایران به دست ازبکان و ترکمانان و عثمانیان افتاده که به کنیزی نگه داشته یا در بازارهای بخارا و خیوه و استانبول و صوفیا و بلگراد فروختند. در زمان نادرشاه چند هزار تن از این زنان در گرفتاری می بودند و آن شاه بیش از همه به آزادگردانیدن ایشان می کوشید. این هم گفتیم که داستانهایی که در کتابهای شیعی درباره کشاکش امام علی ابن ابی طالب با ابوبکر و عمر نوشتند همه دروغ و همه ساخته است. خدا روی سیاست را سیاه گرداند. ابوبکر را یاران پیغمبر به خلافت برگزیده بودند و پس از او نیز عمر را برگزیدند. این دو تن از برگزیدگان یاران پیغمبر بودند. پس از عمر نیز عثمان را برگزیدند، ولی از این مرد در پایان کار بدیهایی رخ نمود و یک دسته از مسلمانان به او بشوریدند و چنان که در تاریخ ها نوشته شده او را کشتند. این سزای او بوده. این که یاران پیغمبر نخست بار علی را به خلافت برنگزیدند، شوندش را در کتاب ها نوشتند. علی در آن هنگام جوان می بود و با همه ستودگی هایی که می داشت ابوبکر به خلافت شاینده تر از او می بود. به ویژه با خونهایی که علی در راه اسلام ریخته و دشمنی خود را در دلهای بسیار جایگزین گردانیده بود. به هر حال برگزیدن او از روی بدخواهی نبوده و کشاکشی در آن باره رخ نداده است. داستان رفتن عمر به در خانه علی و گذاردن او دختر پیغمبر را در میان در و دیوار که با آن آب و تاب سروده می شود از ریشه دروغ است. می گویند دختر پیغمبر محسن نام بچه ای را سقط کرد. یکی نمی پرسد ای بی خردان، بچه زاییده نشده به نام چه نیازی می داشت که دانسته بودی آن بچه پسر است تا نام محسن به او گذارد. کوتاه سخن، ابوبکر و عمر مردان ارجداری می بودند. ما چنان که ستودگی های علی را به دیده گرفته پاسش می داریم و بزرگش می شماریم، همچنان باید ستودگی های این دو تن و دیگران را نیز به دیده گیریم و پاسشان داریم. این شیوه شیعیگری بهترین نمونه از آلودگی آن می باشد. 11. داستان تقیه یکی دیگر از ایراد هاست. شیعیگری اگر سیاستی می بوده بایستی به آشکار افتاد و همه مردمان را بدانند. اگر هم چندی در آغاز به کار پنهان ماندن نیاز می بوده نبایستی برای همیشه در نهان ماند. اگر دین و راهنمایی می بوده باز بایستی به آشکار افتاد تا مردمان را بدانند و بهره جویند. جای بسیار افسوس است که کسانی مردم را از یک سو به باورهای گزاف و بیپا وادارند و به بدزبانی به پیشروان اسلام انگیزند و آنگاه دستور دهند که کیش خود را نهان دارید و به کسی باز ننمایید. جای بسیار افسوس است که چنان کنند و چنین باشد. شگفت‌تر آنکه سران شیعه تقیه را یک بایای همیشگی به شیعیان شمارده دستور دادند که تا پیدایش امام ناپیدا کسی آن را به کنار نگذارد و این میرساند که به پیشرفت شیعیگری و اینکه روزی رسد و شاهانی برخیزند و آن را با شمشیر رواج دهند امید نمی داشتند و چنان پیشرفتی را نمی خواستند. تقیه یا نهان داشتن کیش گذشته از آنکه خود گونه ای از فریبکاری و دروغگویی است، همیشه با فریبکاری ها و دروغگویی های دیگر توأم بوده است. در این باره داستان هایی هست که یاد نکردنش بهتر می باشد و من برای آنکه زشتی این رفتار و بدی هایی را که با آن توأم تواند بود برسانم، داستان پایین را می آورم. قصص العلماء که کتابی است بارها چاپ یافته، نویسنده آن میرزا محمد تنکابونی در ستایش از استاد خود سید ابراهیم قزوینی
صاحب ضوابط که یکی از مجتهدان بزرگ کربلا در زمان محمد شاه می بوده چنین می نویسد: و آن جناب حاکم کربلا را که دین تسنن داشت شیعه نمود، تفضیل این مقال اینکه پادشاه بغداد پس از محاصره و قتال شهر کربلا را به تصرف در آورد و رشید بیک نامی را که مذهب عامه داشت حاکم کربلا نمود. استاد با حاکم در کمال محبت و ملاطفت برآمد و هر وقت که حاکم بر استاد وارد می شد آن جناب به دست مبارک مروحه و بادزن بر می داشت و حاکم را باد می زد و او را مشایعت و استقبال می کرد تا کار به جایی رسید و عقلی محبت و معانست از طرفین به نحوی انجامید که حاکم اغلب اوقات در خدمت آن بزرگوار مشرف می شد و شبها را بعد از خوابیدن مردم می آمد و تا نصف شب در خدمت استاد می بود. سپس صحبت آنان بر سر مذهب در آمد. چون حاکم عامی بود استاد به قدر عقل او در حقیقت مذهب سخن می راند و هر شب سطری از فساد مذهب سنیان و حقیقت مذهب شیعیان صحبت می داشت تا اینکه حاکم را مایل به مذهب تشیع دید. پس بر او استدلال کرد که علی چنان که از کلمات جمع کثیر از عامه و آیات الهیه و اخبار نبویه برمی آمد افضل از جمیع صحابه بود و تو به عقل خود رجوع کنی. اگر یکی از تلامذه مرا در مقابل من در مقام مقابله نگهداری و مرا خانه نشون و دست کوتاه کنی، آیا عمل حسن و زیبا کرده و یا فعل قبیح و زشت از تو صادر شده؟ حاکم گفت البته عقلاً فعل قبیح است. آن جناب فرمود که خلافت ابوبکر در نزد عامه به نص نیست بلکه به بیعت و اختیار و اجماع است. پس اصحاب علی را که افضل و اعلم و زاهد اشجع و اسخی و عبدو و اسبغ و در اسلام بود و اقرب به رسول خدا، او را در زوایای خفا مهجور و خانه نشین کنند و ابوبکر را که به منزله تلامذه او بود به جای پیامبر بنشانند فعل قبیح و زشت نمودند. پس آن حاکم از استماع این دلیل و سایر دلایل و متائن شیعه گشت. لکن استاد می فرمود که از هر جهت مذهب تشیع اختیار کرد، لکن من لعن خلفا را به او تلقین ننمودم و از شدت تقیه که استاد را بود این مطلب را به او آشکار نساخت. مجملن این حکایت شیوع یافت تا اینکه وشات و سائن به پادشاه این کیفیات را رسانیده، پادشاه بغداد آن حاکم را معزول ساخت و حاکم دیگری فرستاد. میان حاکم ثانی استاد مراوده نشد و آن حاکم نیز به جهت عمل حاکم سابق با استاد چندان آمیزش نداشت تا کار به جایی رسید که استاد در نزد او هیچ نمی رفت و از قضایای اتفاقی روزی یکی از شیعیان در بازار با کسی منازعه کرد. آن شیعه خلیفه ثانی را لعن کرد. یکی از ملازمان حاکم استماع نمود، او را گرفته به نزد حاکم برده، حاکم حکم به حبس او کرد که او را به بغداد فرستاده باشد تا پادشاه او را سیاست کند. پس کسان آن شیعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسیدند و کیفیت واقعه را معروض داشتند. آن جناب فرمود که امروز شما همانقدر به او برسانید که اگر خود حاکم او را بخواهد و سوال کند چرا لعن کردی، او در جواب بگوید ما خلیفه را مطاع می دانیم و هرگز لعن نمی کنیم، بلکه مراد عمر ابن سعد است که قاتل امام حسین علیه السلام است. پس کسان آن شخص در محبس به او القا این مطلب کردند. چون صباح شد استاد بعد از نماز صبح و بعد از طلوع آفتاب عبای خود بر سر انداخت و به جانب یکی از کوچه های جانب خیمگاه روان شد
و نگذار که کسی به همراه او رود، چون به منزل حاکم رسید که آن غرفه بود که به جانب کوچه و راه عبور درش باز بود. حاکم خود نشسته و جانب کوچه و عبور آبرین نظاره می داشت. استاد عبا را به دوش انداخت و خواست از آنجا بگذرد. چنان وانمود کرد که به جایی دیگر می رود. حاکم در سلام سبقت کرد و عرض کرد بالا بفرمای و قهوه و قلیان صرف بفرمایید. آن جناب اجابت کرد و نشست. بعد از صرف تحیات حاکم عرض کرد که دیروز یکی را از اهل ملت شما آوردند که بر خلیفه ثانی سب کرده بود. او را محبوس ساختیم که به نزد پادشاه بفرستیم تا او را سیاست کند. استاد فرمود چنین چیزی واقع نشده، زیرا ما خلیفه ثانی را خوب و صحابه رسول خدا و پدر همخوابه او می دانیم و سب او را حرام می دانیم و عوام شیعه ما را تقلید می نمایند. این دعوا افترا و بهتان است. حاکم عرض کرد بعضی شهادت دادن که این عبارت را از او شنیدن. استاد در جواب گفت که استماع این کلام از آن شخص عوام اگر راست باشد، البته عمر ابن سعد را قصد کرده که قاتل فرزند پیغمبر و کشنده میوه دل حیدر و ظالم جبل زهرا ازهر است. اکنون آن شخص را احضار کنید و این مطلب را مشافهه از او استعلام کرده باشید. حاکم حکم به احضار آن محبوس گرفتار نمود. پس از حضور حاکم از تفصیل آن امر استفسار نمود. آن مرد در جواب گفت که من عمر ابن سعد را که قاتل ریحانه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل جنان است لعنت کردم و ما خلیفه ثانی را لعن نمی کنیم و لعن او را علما حرام می دانند و ما تقلید ایشان را می نماییم. حاکم گفت الحمدلله که از این شبه بیرون آمدیم و خون مسلمانی بی تقصیر ریخته نشد. استاد فرمود که من به شما آنچه اصل واقع و صدق بود گفتم. پس حاکم به اطلاق آن مرد فرمان داد و در این واقع استاد مصداق یکی از مضامین آیه شریفه من احیا نفسا فقط احیا الناس جمیعا واقع شد. 12. یک ایراد بسیار بزرگی به شیعیگری ناپاسداری است که با قرآن نموده آن را بسیار خار داشتند. پیشروان شیعه چند بدرفتاری بزرگی با قرآن کرده اند. 1. قرآن که کتابی برای خواندن و فهمیدن و رستگار گردیدن می بود، اینان گفتند معنای آن را جز امامان ندانند و بدین سان آن کتاب را از حنایش بلکه از ارج انداخته اند. علمای شیعه قرآن را ظنی الدلاله دانسته احادیث را به آن برتری دهند. 2. گزارش یا گفته خودشان تأویل را از باطنیان یاد گرفته و بیشتری از آیه های قرآن را از معنی های آشکار خود بیرون برده اند. تو گفتی قرآن دیوان شاعری می بوده که هرچه آیه های نوید و پاداش است در باره امامان خود و هرچه آیه های بیم و کیفر است در باره ابوبکر و عمر و دیگران شمارده‌اند. به جای آن که از قرآن پیروی نمایند و رستگار گردند، آن را افزاری برای پیش بردن گمراهی های خود ساختند. 3. برخی از ایشان در گستاخی گام بالاتر گذارده، واژه ها یا جمله هایی که با خواستشان سازنده است به آیه های قرآن افزوده و دو سوره جداگانه نیز، یکی به نام سورت النورین و دیگری به نام سورت الولایه ساختند و به نام اینکه در قرآن می بوده و ابوبکر و عمر و عثمان انداختند، قرآن دیگری پدید آوردند. شگفت‌تران که گفتند این قرآن درست در نزد صاحب الامر است که چون ظهور کرد با خود خواهد آورد.
و با این حال دانسته نیست از کجا نسخش به دست اینها افتاده. هرچه هست چنین قرآنی در میان شیعیان بوده و هست که چون نسخه ای از آن به دست کشیشان پروتستان افتاده که در بارش سخنها راندند و مهنامه جهان اسلام انگلیسی پیکره آن دو سوره جداگانه را به چاپ رسانده که ما نیز یکی را برداشته و در اینجا به چاپ می رسانیم. 13. در داستان امام ناپیدا سخن فراوانی هست و ایرادهای بسیاری توان گرفت. 1. چگونه تواند بود که یکی فرزندی زاییده شود و کسی آگاه نگردد؟ چگونه تواند بود که 5 سال گذرد و ناشناخته شود؟ مگر حسن العسکری در سامرا در میان مردم نمی زیسته؟ مگر کسی به خانه او آمد و شد نمی کرده؟ آیا با گفته عثمان ابن سعید چنین چیزی را باور توان کرد؟ آنگاه نهفتگی چه رازی می داشته؟ اگر نهفته نبودی چه گزندی دیدی؟ می گویند از دشمنان خود می ترسید. می گویم پس چرا پدرانش نترسیده بودند؟ آنگاه گروهی که تقیه توانند کرد و باورهای خود را از دیگران پوشانیده توانند داشت، چه جای ترسی برای ایشان باز ماند؟ 2. امام اگر پیشواز باید در میان مردم باشد و آنان را راه برد، امام ناپیدا چه معنی تواند داشت؟ پاسخ داده میگویند امام ناپیدا همچون خورشید پشت ابر است. میگویم مسئله بسیار غلطی است. خورشید در پشت ابر زمان کمی میماند و بیرون آید. آنگاه خورشید در پشت ابر روشناییش و گرمایش پیداست. از آن امامتان چیزی پیدا نمی باشد. 3. 1000 سال زندگی باور کردنی نیست. می گویند از قدرت خدا چه بعید است. می گویم همین پاسخ نمونه ای از ناآگاهی شما از معنی دین است. شما اگر معنی دین را دانستیدی، این دانستیدی که خدا برای کارهای خود آیینی گذارده است و هیچگاه آن آیین را دیگر نگرداند. دانستید که این را همان خدا گذارده است که کسی بیش از 120 سال و 140 سال زنده نماند و نتواند بود. میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند. پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن می باشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. 4. خدا را چه نیازی می بوده است که کسی را از 1000 سال پیش نگاه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را در زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ این که مردم چیزی را اندوخته و برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چه نیاز و ناتوانی پنداشت؟ 5. مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین جهان را به نیکی آورد جز سردی نمی باشد. دوباره می گویم خدا این جهان را از روی آیینی می گرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. آری، خدا راهنمایانی برانگیزد و با دست آنان به مردم راه نماید، ولی هیچگاه در کارهای بیرون از آیین نیاز نباشد. خدا هر زمانی که خواست یکی را از میان مردمان برگزیند و پرده از جلوی بینش او برداشته به آمیغها بینایش گرداند، آن برگزیده یا برانگیخته به کوشش پرداخته با گمراهی ها نبرد آغازد و با گفتن آمیغها خردها را به تکان آورد و در سایه کوشش و پافشاری خردمندان و پاک دلان خوشیبان خود گرداند.
و با بیخردان و ناپاکان در افتاده از میان بردارد. این است آیین خدا، این است آنچه تاکنون بوده و پس از این هم خواهد بود. مهدیگری بدینسان که گفته می شود هیچگاه نتواند بود. میگویند چنین باوری در کیشهای دیگر نیز هست. جهودان مسیح را میبیوسند. عیسویان به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمندند. زرتشتیان چشم به راه شاه بهرامند. میگویم چه خوش دلیلی پیدا کردید. آیا شناخته بودن یک افسانه در میان این گروهان گروه نشان راستیان باشد؟ میگویند پیغمبر از مهدی آگاهی داده. میگویم پیغمبر که آشکاره میگفت من ناپیدا ندانم، چگونه از آینده آگاهی داده است؟ چرا داستان به این شگفتی و بزرگی در قرآن نیامده است؟ 6. چنان که گفتیم شیعیان مهدیگری را که گرفتند آن را به سادگی نگذارده چیزهایی از خود به آن افزوده اند. پیش از مهدی دجالی بیرون خواهد آمد، آفتاب از مغرب سر بر خواهد زد، آوازی از آسمان شنیده خواهد شد، یاران امام با طی الارض به نزد او خواهند شتافت. اینها همه گزافه است، همه بیرون از آیین خداست. این که گفتند خون حسین را خواهد گرفت، بنی امیه یا بنی عباس را خواهد کشت، اینها نشان است که جز سوجویی های سیاسی در میان نبوده و به این نوید میخواستند پیروان را از نومیدی باز دارند و از پراکنده شدنش جلو گیرند. اکنون که نه بنی امیه مانده و نه بنی عباس، دانسته نیست مهدی چه کسانی را خواهد کشت و آیا به این نویدها که آشکاره دروغ در آمده چه باید گفت؟ 7. در کتابهای شیعه در پشت سر این گزافه ها یک گزافه شگفت‌تر دیده می شود. مهدی چون کار خود را کرد و زمانش به پایان آمده با دست زن ریشداری کشته گردیده، پس از او امامان یکایک به جهان بازگشته به فرمان روایی و کامرانی خواهند پرداخت و یاران و دشمنان هر یکی نیز زنده خواهند شد. هر امامی دشمنان خود را کشته و کینه جسته و با یاران خود آسوده روز خواهد گذاشت. ببینید در گزافه بافی تا کجا پیش رفتند. ببینید با دستگاه آفرینش به چه ریشخندهایی برخواستند. ببینید با خدا چه گستاخی ها کردند. امامان از جهان سیر نشدند و آتش کینه در دلهایشان فرو ننشسته. باز خواهند گشت که به کام دل فرمان رانند و از دشمنان کینه جسته آتش دلخواهی خود را فرو نشانند. رویتان سیاه بادا ای دروغ گویان. یکی نپرسیده اینها را از کجا میگویید؟ آخر چه دلیلی میدارید؟ از همین افسانه مهدی تا کنون صد آشوب برپا گردیده و یک نمونه از آن آشوب بابیگری بوده. یک سید شیرازی به هوس مهدیگری افتاده و آوازی برآورده و مردم چون چشم به راه می بودن یک دسته گرد او را گرفتن و آن بیمایه به عربی بافی های خنک و بیمعنایی پرداخته و پس از کشاکش ها و خونریزی ها که خود او یکی از کشته شدگان بود، اکنون نتیجه آن است که گروهی به نام بهایی یا ازلی که در تیر مغزی و گمراهی بالاتر از شیعیانند پدید آمدند و با صد بدی زندگی به سر میبرند. این یکی از میوه های تلخ آن درخت سیاست بوده.